عناوین اصلی وزیر کشور خواستار افزایش سانسور و تداوم مقابله و اقدامات ایجابی در رسانه های خارج کشور شد. دعوای زرگری اصلاح طلبان و اصولگرایان بر سر نتیجه انتخابات آمریکا. به آیتم خبری کیوسک خوش آمدید. در حالی که ایران در بین 180 کشور جهان در رتبه 173 آزادی رسانه ها قرار گرفته است، وزیر کشور جمهوری اسلامی خواستار افزایش سانسور بر رسانه های داخلی و رسد رسانه های خارجی و تداوم مقابله و اقدامات ایجابی این رسانه ها شد. وی همچنین سانسور رسانه ها را روشی برای برداشتن بار از روی دوش دولت توصیف کرد. بر مبنای گزارش‌های امسال سازمان گزارشگران بدون مرز ایران در بین 180 کشور جهان به لحاظ شاخصه های آزادی رسانه‌ها در رتبه 173 قرار دارد که به نسبت یک سال قبل سه رتبه تنزل پیدا کرده است در طول سال‌های اخیر فشار بر روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها افزایش یافته است و حکومت تلاش می کند با بازداشت خودسرانه و صدور احکام سنگین و طولانی زندان کنترل مطلق بر روزنامه نگاران داشته باشد. تشدید فشارها در دولت حسن روحانی و سرکوب گسترده اهالی رسانه و همچنین شهروند خبرنگاران و ایجاد ناامنی در حالی است که دولت وی با شعار ایجاد فضای باز و آزادی بیان توانست آراء رایدهندگان را کسب کند. حالا در آخرین ماه های دولت تدبیر و امید، عبدالرزا رحمانی فضلی، وزیر کشور، سهشنبه 13 همه آبان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تلویحا انتقاد کرده و خواستار تشدید فشار بر روزنامه نگاران و کنترل بیشتر رسانه ها شده است. رحمانی فضلی در سخنان امروز خود منشأ بروز بخشی از مشکلات و بحرانهای اقتصادی را رسانه ها دانست و بدون توجه به اینکه مردم مشکلات و بحران اقتصادی را نه در ذهن بلکه به عینه با دخل و خرج خود میبینند و تحمل می‌کنند گفته است که رسانه ها نباید مردم را دچار تشویش ذهنی کنند جالب اینجاست که برخی خبرگزاری ها و وبسایت های خبری از جمله خبر آنلاین در انتشار سخنان وزیر کشور نیز با سانسور روبرو شد و تیتر انتظار داریم وزارت ارشاد رسانه ها را کنترل کند را پس از اندکی حذف کرد و تغییر داد. وزیر کشور انتظار خود از مسئولان وزارت ارشاد اسلامی را چنین بیان کرد که رسانه ها را کنترل و کماکان رسانه های خارجی را رسد کنند. وی گفته است انتظار ما از وزارت ارشاد این است که رسانه ها را کنترل کنند. کماکان رسانه های خارجی باید رسد شوند و مقابله و اقدامات ایجابی که لازم است انجام شود. برخی کاربران فضای مجازی این گفته وزیر کشور را اعتراف وی به نفوذ جمهوری اسلامی در رسانه های خارج از کشور تعبیر کرده است این کاربران میگویند مقابله و اقدامات ایجابی رسانه های خارجی از طریق فعالیت افراد اصلاح طلب و طرفدار و صادراتی رژیم ایران در رسانه های فارسی زبان و غیر فارسی زبان خارج از ایران اجرا می شود این کاربران میگویند که رژیم از این طریق در حال هدایت اطلاعات و مباحث منتشر شده از سوی این رسانه است. رحمانی فضلی همچنین افزایش قیمتها را باعث این دانست که بخشی از مردم از مدار خرید خارج شوند. وی گفته است همه مشکلات مثل محدودیتها و تحریمها را میدانیم، اما... باید در زمینه رسانه و مدیریتی تلاش کنیم و باری را از روی دوش دولت برداریم وزیر کشور دولت روحانی فشار رسانه ها به ویژه رسانه های خارجی را باعث سخت تر شدن شرایط و مشکلات دانسته و گفته است که باید افکار عمومی را در مقابل رسانه های خارجی مدیریت کرد و اضافه کرد نباید جامعه را در مقابل پدیده های بیرونی کشور شرطی کنیم که متاسفانه این اتفاق الان افتاده است رحمانی فضلی رئیس کمیته ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور همچنین تقصیر بخشی از مشکلات اقتصادی از جمله مشکلات بازار بورس را به گردن رسانه ها انداخت و در توضیحاتی بی سر و گفت بخشی از مشکلات بازار بورس رسانه ای است. هرچند اقدام اطلاع بورس خوب بوده که دیر انجام شده اما به هر حال خوب است. وی نیز به روش دیگر مقامات مسئول جمهوری اسلامی راه دروغ و انکار را در پیش گرفته و افزود در حوزه کالاها شاید افزایش قیمت داشته باشیم اما مشکل کم بود نداریم و برای کنترل قیمت تلاش ما باید برای مردم ملموس باشد. این اظهارات در حالی مطرح شده که تصاویر و ویدئوهای بسیاری از صفهای طولانی مردم با وجود شیوع ویروس کرونا در ایران برای خرید روغن نباتی نان و دیگر نیازهای اولیه شهروندان در شبکه های اجتماعی منتشر می شود. دو جریان محافظ کار و اصلاح طلب در ایران لازم و ملزوم یکدیگر در سیاست خارجی کلان جمهوری اسلامی هستند. اصلاح طلبان در مذاکرات خارجی از محافظه کاران به عنوان ابزاری برای فشار و امتیازگیری استفاده می کنند و همواره خارجی ها را تهدید می کنند اگر با ما به توافق نرسید آن وقت پای میز مذاکره با تندروها در داخل ایران باید بنشینید که هرگز حاضر به دادن کوچکترین امتیازی به غرب نیستند. در مقابل هم محافظ کاران برای تثبیت و گسترش خود در داخل از اصلاح طلبان به عنوان عناصر ناخلف و عامل اصلی غربگرا یاد می کنند که در پی بیاعتنایی به اصول انقلاب مسبب و عامل بسیاری از مشکلات در کشور هستند و تنها محافظ کاران هستند که صلاحیت اداره کشور را دارند این تقسیم کار نانوشته سال هاست که در سیاست داخلی و خارجی ایران جاری است محافظه کاران مخالف بهبود رابطه با آمریکا و حتی اروپا هستند و اصلاح طلبان هم موافق و معید گسترش رابطه با غرب. در چهار سالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود این تقسیم کار به قوت خود باقی ماند اما در فاصله شش ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا زمزمه های قابل توجهی از ایران به گوش می رسید که مجموعه حاکمیت و دولت و بسیاری از جریان سیاسی ترجیح می دهند دونالد ترامپ دیگر رئیس جمهور آمریکا نباشد چرا که مذاکره با هر رئیس جمهوری به غیر از او احتمالاً برای جمهوری اسلامی راحت‌تر و رسیدن به توافق سهل‌تر خواهد بود. این پیام طی این شش ماه بارها در اظهار نظرهای پیدا و پنهان بسیاری در ایران دیده میشد اما محافظه کاران در دو روز اخیر بار دیگر نقش تاریخی خود را تکرار کرده و موزگیری های بسیار و تندوتیزی درباره انتخابات آمریکا از خود نشان دادند جنبندی این اظهارات و موزگیری ها می گوید جریان محافظ کاران تلاش می کنند این پیام را به آمریکا و نیروهای غربگرا در ایران بفرستند که حتی در صورت پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شرایط برای مذاکره سختتر از قبل خواهد شد و آنها به راحتی اجازه چنین کاری را نخواهند داد بیانیه یک سپاه پاسداران و تصویب یک فوریت طرح جنجالی در مجلس به منظور افزایش غنیسازی اورانیوم که روز دوشنبه خبرساز شد و سخنرانی آیت الله علی خامنه ای مبنی بر بی تاثیر بودن انتخابات آمریکا بر سیاست های کلان جمهوری اسلامی از مهمترین نشانه های باز تکرار نقش تاریخی محافظ کاران در سیاست خارجی چهل سال گذشته نظام شیعی حاکم بر ایران است. سعید حجاریان که عرصه سیاست و این نوع تقسیم بندی ها در رقابت های سیاسی را می شناسد، ده آبان با انتشار یادداشتی واکنش احتمالی محافظه کاران به خصوص روزنامه کیهان در این زمینه را پی بینی کرده بود. هجاریان نوشته بود چنانچه جو بایدن پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باشد، روزنامه کیهان به عبارتی تندروها در ایران برای مذاکره با وی هفت شرط خواهند گذاشت. پرداخت تمام ضررهای اقتصادی، پرداخت قرامت ناشی از تحریمها، تحویل دونالد ترامپ به ایران به خاطر کشتن قاسم سلیمانی، آزادسازی تمام دارایی های ایران و خروج از منطقه از جمله شروطی است که حجاریان پیش بینی کرده محافظه کاران برای آغاز مذاکرات با جو بایدن مطرح کند. حسین شریعت مداری نماینده یایت آیت الله علی خامنه در مؤسسه کیهان هم چند روز پیش از این پیش بینی گفته بود که ایران اسلامی باید برای ورود دوباره آمریکا به برجام شرط بگذارد و لغو همه تحریم ها شرط ورود آمریکا به برجام باشد چه ترامپ رئیس جمهور شود و چه بایدن شریعت مداری در عین حال به اصلاح طلبان تاخت و نوشت خندهدار نیست که جریان مشکوک مورد اشاره در ایران به نتیجه انتخابات آمریکا و تاثیر آن بر جمهوری اسلامی دخیل بسته است برای این دعواها و جدلها اما آنچه که مهم است محافظهکاران با موزگیری های تند و تیزی که برای جو بایدن کشیدند امید دارند که او پیروز انتخابات باشد. تا بتوانند در مذاکرات احتمالی با او امتیازهایی که از آمریکا میخواهند را بگیرند امیدی که امروز تکلیفش روشن می شود.